از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از خون سیاووشم، من خون سیاووشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، از جامه سفیدانم، هر جامه نمی پوشم، هم ساری عوض ساریم، هم آتش زردوشم، هم سالی عوض داریم، هم آتش زردوشتیم، ما آتش زردوشتی، ما کشته نمی کشتیم، ما آتش زردوشتی، ما کشته نمی کشتیم، اسماعیل سامانی، دیواری بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیواری بخارایم، ما هم کوی خارایم. پیش شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزارم. با درود فراوان و مهر بسیار به مهمان یاران گرامی، به خوشرودی اهورامزدا، به مهر یزدان پاک و به نام نامی آن که هستی را با مهر
عشق آفرید. مهر یعنی خورشید و نور تابان، این انرژی که روی کره زمین هست از مهر و خورشید هست. به خاطر همین هم هست که عشق و دوستی رو ما بهش میگیم مهر و مهرورزی، یعنی چون خورشید تابان میتابه هستی میده و انسان رو، طبیعت رو و کره زمین رو نشاط و شور میده. سال 2024 آغاز شده، پس از این زمستان فصل بهار خواهد آمد و نوروز شما مهربان یاران. در این جشن شادی با این همه خون در ایران جاری از هزاران سال پیش تا به امروز، بایستی امیدوار باشیم به رهایی خردگرایانه ایران. از همین تازه در گذشتگان بگیریم، از مجید رضا رهنورد و کیان پیر فلک و محسن شکاری و مهسا امینی و کرمی و حسینی و موسوی و بیشماران نونهادان و گلهای سرزمین آریایی که برای راهی ایران پرپر شدند و ثمری نیک دادند. درود و اشرفهای جانفدا موساهایی که در خیابان به گلوله بسته شدن، زرکشهایی که از خراسان جهان را لرزاندند در برابر این تازیان و ورداس بیگونه جنگیدند تا جنگ با دشمن تازی را به ما بنمایانند. درود بر جهانبانی خسروداد، درود بر امیران سلحشور و قهرمان آریایی، درود به هویدا، امیر عباس هویدا که به دست بنی هاشم تازی و به دست تازیان نفوذ کرده در دربار بازداشت و قربانی شد. درود به شرف همه آنهایی که در طول تاریخ از زینب دخت حارث
برخواستند و تا به امروز برای آزادی ایران جانها دادند. امروز میخوام مسئله مهمی رو با شما مطرح کنم. مسئله پرستوهای نظام اسلامی و سابقه این پرستوسازی در جهان. سالها پیش بود من در برنامه ها به شما عرض کردم که نخستین شاید واقعا شاید نخستین که از سپاهیان نخستین از گروه نخستینی که میخواست قربانی این پرستوها بشه من بودم. یعنی درست اینجا ما فهمیدیم که این نظام پدید اسلامی و این انقلاب و اینا با چه تشکیلاتی با چه سازمانی با چه واقعا ارگانیزیشن بسیار مهمی اومده رو کار که هنوز یه شب نشده از 22 بهمن نگذشته اینها یک عالم اطلاعات و برنامه و برنامه‌ریزی که آقا اومدن تو نشاد امام رضا امروز اول انقلاب برای ما پرستو فرستادن. هنوز ما تو دفتر شقایق بودم اول کوچه تلفن کنم بالا اونجا بودم برای ما دیدم پرستو اومد یه دختر خوشگل اینا با هر روز میومد اونجا اونجا ویل کن رستوران برگ سبز که بودیم واسه یه پرستو میاد هر روز بغل ما مینشست صحبت میکرد قربونت در بیا این نشریاتی چقدر ما دوست داریم فلان که آخرش اینا خود دوتاشون خودشون به من گفتن بابا ما رو فرستادن که تو رو بندازیم تو تله با ما بیای بیرون بگیرن فلان با ما. یعنی پرستو اصلا اونجا بود. یعنی شما ببینید قضیه پرستو فکر کنید هی هر پدیده یک شبه هست. یا اگه گورگ سایروسی هست الان فردا میمیره یکی دیگه هست. هانری کسینجر دیروز مرد ولی پروژه‌ای که ایشون از 50 سال پیش گذاشته بود تا به امروز دنبال میشه پس از مرگ اونم توسط گورگ سایروس ادامه پیدا داره. ما بایستی به هوش باشیم، ما بایستی قهرمانانه برخیزیم و با اینها بجنگیم. از همون روزهای نخست که اینا شروع کردن پرستو سازی برای خیلی ساختن. شما میبینید مثلا بعضی‌ها رو یهو میوردن پای تلویزیون تو تعجب می‌کردی که یه روز گرفتن یه شبه اومده پای تلویزیون. اینها دو تیپ بودن. یه تیپ اونایی که ازشون پرستو فرستاده بودن قبلا فیلم گرفته بودن تا میارنشون میگه ها اگه با ما همکاری نکنی نگاه این فیلمات نشون میدیم اول از همه زن تو دختر تو خواهر مادرت باید متعزت متلفر میشن و بعد مبروک تو دنیا. این فیلم رو میبینید نگاه تو وقت با این فیلمای لواتی که اخیراً اینا پخش شدن همه رو خود ارتش شانشه پخش میکنه برای افشا اینا. از همه اینا مدرک دارن، از همشون دست فسادشون مدرک دارن. یا اینجوریه که اینا رو میخرن برای اینکه مثلا برای یک شخصیتی مثل پرنس رضا پهلوی من اومدم نشون دادم گفتم نه ترس آقا جون بیا تو میدون اینا این پرستو برای همه فرستادن تلار برای همه گذاشتن چه کردن تو باید نترسی. آدم نباید بترسه، باید بیاد افشا کنه اینا. حالا امروز من میخوام جریان پرستوال برای شما افشا کنم عزیزان من که اینها ببینید از این روز اول امداد دار. اول از همه باید به شما بگم که ریشه این قضیه ریشه آریایی است، ریشه ایرانی است. خیلی از این مقالات در دنیا بی خود نیست که، یعنی تعارف ندارم با شما، بی خود نیست که ما شعار میدیم سال هاست که دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. جدا از اینکه سرویس اطلاعاتی امنیتی ارتش سپاه موسیقی شراب سازی اینا همه بدمت 7700 ساله آریایی ایرانی داره، پرستو ایران، ایران سربلند و اهورایی که بر اساس نوشته انجیل تورات عهد عتیق بر 140 کشور حکومت میکرده و این ستا شاهی هم که میرن پادشاهان مرد روح و مرد میرن میگن به مریم بچت ناجی یهود هست، مسیح هست، ماشه هست، شوشیانت هست، مهدی هست، اینه بهش میگن. اینها ایرانی ها با روم که در جنگ بودن دو تا قدرت ابرقدرت اون موقع بوده مثل روس و چین و آمریکا. البته اینا الان همه یه جوری هم متحدن. روم موقع واقعا جنگ بوده بین اینا. بعد اینا سعی میارن هر جور میتونن چوب به چرخم دیگه بذارن. ایرانی ها میان هی مسیح تراشی میکنن برای یهودی که یهودی علیه اینا برخیزن. اونا هم از اون طرف میان این پا برهنه های عرب رو متحد میکنن که علیه ایران برخیزن. این بارها بهتون گفتم هر روزم بگم اشکالی نداره که بفهمید و هر روز به دیگران بگید. برای همینی که بنی هاشم رو میاد
سالها قبل از محمد بهش قدرت میده. روم در برابر بنی امیه دو تا پسر عمو قدرت از این میگیره، سقایت مکه رو میده به بنی هاشم. بنی هاشم همه کارش رو میکنه که قدرت بگیره و این سپاه بسازن به ایران حمله کنن. پابرهنه، یک پابرهنه میتونه یه کاری بکنه که یک لشکر نمیتونه بکنه. پریشب که تو پاریس و لندن و اینجور جاها جشن سال نو بود، چهار تا تازی خشن اگه میرفتن حمله میکردن دختران ما چوبیسی کردن بمب منفجر کردن، چهار تا میتونستن 1,000,000 نفر از تو خیابونها پراکنده کنن. برای همین که پابرهنه ها خطرشون به مراتب بیشتر است. روم ها میان بنی هاشم پابرهنه رو صحراگردان رو قدرت میدن و بعد حتی اونا هم هستن که تقویت میکنن، اسلام رو میسازن. شما تاریخ اسلام رو که بخونید و شرح حال پیامبر اسلام رو که گوش بکنید ببینید، اول میخواد بره جنگیر بشه، جنگیر، بعد میگه لستن تب مجنون، بعد میخواد شاعر بشه. در دیوار عکاس، بازار عکاس که میرفتن شعر میگفتن، خدیجه تو با ثروتش میاد این رو شکار کرده، میان آدم درست حسابیه باش میتونن یک کاری بکنن، میگن نه تو شاعرم و لستن تب شاعر، شعرارم شاعرارم چه میکنه. بعد میگن نه تو متحد باید بکنی تفرقه یهودی ها رو، بری مکه یثرب. و بعد وقتی میره اونجا و دین اسلام رو میسازه، میگه دین میسازه و حالا کار نداریم علاقه. همه اینها برای اینکه قدرت تازه صحراگردی بسازه که روم با اینان که در جنگ است و روم اصلا شکست خورده پیاد پیروز بشه توسط پابرهنه. برای همین که سوره ایران پنجتایی اولش ناراحت از اینکه ایران بر روم پیروز شده، میگه این ترتیبش میده الله به حضورده ایران نابود میشه. آبه تو چرا بذاره تو شبه جزیره عربی نشستی پای برهنه، خانه هایتان خیمه است، کاغل هم حتی نبوده درست بکنید، وقت تو چی که امپراتور ایران اگه پیروز شده میخواد شکست بخوره؟ چرا؟ چون اینا دست نشاندن، درست دست نشاندن، مثل همین الان جریاناتی که اتفاق میفته. باری بر همین اساس از همون روز نخستین باید نیروهای اطلاعاتی ایران خبر دادن، خبر دادن که اسلام اومده که قدرت بگیره به ایران حمله کنه. برای همین که افراد مثل سلمان پارسی یک اندیشمند توانایی است، ولی چون مسیحی است، چون با روم قرارداد داره، میره اونجا، میره اونجا و کمک میکنه محمد رو، کمک بسیار بزرگی میکنه. حمزه و سفیر اعرابه با روم در حال رفت آمده، حمزه عموی پیغمبر بهش میپیونده. بلال فکر کردیم بلال حبشی یک سیر سخته بوده؟ بلال فرمانده سپاه حبشه بوده که اسیر میشه، قهرمان بوده، اندیشمند بوده، فکر جنگی داشته، فکر ایدئولوژیکی نظامی داشته. محمد او رو که میخره از خودش میکنه، یعنی یک سپاه حبشه رو تمام تجربهش از خودش میکنه. اینا رو تلو شما نفهمیدین ببینین. یا صحیب یک اینا من در کتاب قرآن سرودهی به سبک پارسی 40 سال پیش چرده دم که در همین کتاب من با خدا رقصیدم اینا اومده. خب صحیب رومی هستن، اسمش هست، خانوادتا اینها دیپلومات هستن. خب وقتی چنین شورای مشورتی محمد داره و سپاه درست میکنه و میخواد بیران هم میکنه، اینانوی تا میفهم به فکر نابودی محمد میفتن. محمد برای کشته شدنش دو تا روایت هست، یکی که میگن بانو زینب دخت حارث این رو مسمومش کرده. زینب برادر مرحب خیبری است، مرحب خیبری که از جنگجویان قوی یهودی است و از رهبران قلعه خیبر ثروتمند یهود. محمد وقتی که به خیبر حمله میکنه، مرحب خیبری رو علی میکشه، علی مرحب رو میکشه، خواهرش زینبه. وقتی که دیگه خیبر رو فتح میکنه محمد، این میاد زینب میره یک گوسفند بریون میکنه میاره میده به محمد. تا میشینن سر سفره خوردن، اولین رو لقمه رو میخوره محمد، قبل یکی شروع بکنه یکی از اصحابش یارانش یه شکم حسابی خورده، یه تا میره تو دهنش قورت میده پایین، اینا میبینه وای مسموم، محمد میفهمه میگه این کسی یکی آورد گوستان این سری مسمومه نخورید، باب مسمومه. زینب رو میره میگه زینب تو چرا میخواستی من مسموم کنی؟ یا من میخواستم مسلمون بشم،
خب چطور میخواستی مسلمان بشی؟ چرا من رو خواستی بکشی؟ میگی نه، من میخواستم مطمئن بشم که آیا تو پیغمبر خدا هستی؟ وقتی که گوسفند مسموم بذارم جلوت، تو میفهمی که این مسمومه؟ اگر فهمیدی منم مسلمان میشم. داداش منو کشتی، مرحب جنرال مرحب خیبری رو کشتی، مردم منو کشتی، کلی از یهودی ها رو کشتی، ولی من اگه ببینم تو واقعا میفهمی که این مسمومه، من مسلمان میشم. اما اگه نفهمیدی خوردی مردی، درو گرفتی. محمد میخنده میخنده میگه خب خوشبختانه که ما یک لقمه بیشتر نخوردیم، ولی میاد رو همش خورد افتاد مردی کرده پیش میفته میمیره. خیلی خب ما تو رو میبخشیم، اوکی این میبخشی، ولی 4 سال بعد میمیره. یعنی سم دو جوره، اگر محمد هم زیاد میخورد مثل این یارو رفیقش همونجا میمرد، ولی چون کم میخوره اسم به مرور اثر میذاره. و عایشه زن محمد خودش میگه، میگه محمد به من میگفت که این سمی که زینب به من داد هنوز تو بدن من هست و داره جگر من میسوزونه. 4 سال چون میشه تا میمیره. بعدا خیلی ها میگن که این 4 سال طول کشیدن نبوده، محمد توسط خود عایشه مسلوم میشه و کشته میشه. و سند هم میارن شیعه سنی زیاد تو کتاباشون میگن مریض شده، یه اون میاد به زور عایشه به این دوام خونونه، میگه آقا ندین دوام میخوره. بعد میگه آقا من پیغمبر نیستم، من فرستاده خدا نیستم، مگه بعد دستور من شما نباید رعایت کنید؟ وقتی میگه دوا بخورده من ندید، شما عایشه رو بگیرین و من دوا نده بخور. چون عایشه مثل خیلی زن شوهرها که با هم جنگ خونی دارن، جنگ خونی دارن، ولی بخاطر بچه‌هاشون با هم وایستادن، زندگی کردن و میکنن، بخاطر بچه‌هاشون، بخاطر مصلحت پدر مادرشون، خاندان و قبیله‌شون. عایشه هم از وقتی که با صفوان سوار شطور هست میاد، بعد محمد یه پس میده به باباش، میگه دخترتون نخواستیم رفته با جنرال ما شب رو گذرونده و غیره. این جنگ درگیری بوده و حتی در قرآن دوبار از فاحشه و فحشا یاد شده در رابطه با بانو عایشه است که همین قضیه. خلاصه این درگیری هم بوده و بر همین اساس میگفتن که ایشون عایشه چیز خورش کرده محمد رو و کشته. خب بعد از محمد بلا استثناء شیعه سنی نقل کردن که محمد و ابوبکر مسموم شدن. محمد پیش از این که میمیره، بارها گفتم هر روز باید بگم اینا رو، تذکر باید بدیم که هر روز باید تو مختون به دیگران منتقل کنید. من خوشحال شدم که دیدم حوزه علمیه قوم اومدی صحبت‌های ما رو مطرح کرده، بعد اومده به حساب بهش پاسخ بده، ولی پاسخی که داده تایید حرفای ما بوده. حالا برای این بچه طلبه آخه خیلی گول میخوان، الان از روستاهای دور دست ایران بچه‌ها تماس میگیرن، میبینم این تلفن این اینترنت دنیا رو عوض کرده دیگه. خلاصه خودشون شیعه سنی مورخی نقل میکنن که ابوبکر هم مسموم میشه. چرا این دوتا؟ به خاطر اینکه محمد پیش از اینکه بمیره سپاه آماده میکنه، چون الان 60 خورده جنگ کرده، حمله کرده، تمام شبه جزیره عربی رو گرفته و سپاه بسیار بزرگی داره دیگه، الان باید از اونجا خارج شه، فرمان روم رو اطاعت کنه، بره به ایران و بابل و فلسطین و لبنان و همینجا جای دیگر بره حمله کنه و از با ایران شروع میکنه. یک حمله به بحرین میشه در اون هنگام توسط سپاه عرب، ولی فورا سرکوب میشه. بعد محمد اسامه دم مرزی که میخواد حمله کنه بره، ایرانی هم اومد میکشن دیگه. حالا با توسط عایشه بوده، زهر 4 سال پیشش بوده، فعال تر چون محمد میمیره، ابوبکر که میاد، ابوبکر سپاه داره میفرسته، همون بحرین میفرسته، فوری ایرانی میان و اینا ولکنیستن عرب رو کلا پابرنا میان، یه اطلاعاتی میاد اینا رو، ابوبکر هم مسموم میکنن و میکشنش ابوبکر. بعد روزن که سه تا خلیفه، بعد میرسیم سه تا خلیفه هم که بقیه هم همونطور کشته میشن، تا میرسیم به امامای شیعه. امامای شیعه جریانش خیلی جالبه. مثلا امام حسنشون رو کسیه که حالا جنگ آفریدن، درگیری کردن، فلان کردن، شده یه اون یه سر میکنه پول میگیره فلان، توسط جعد یک بانوی هست اسمش هست جعد، خانم جعد، دخت اشعث بن قیس،
اشعث ابن قیس که قیس یک قبیله ایه که با ایران خیلی نزدیکه، خیلی هم قدرتمنده و اینها هم از قبایلی بودن که دلشون خواسته رهبری اعراب رو در منطقه به دست بگیرن با همکاری که با ایران داشتن. اینها از همپیمانان قیس و قبیلهش اشعث ابن قیس، اینها از همپیمانان ایران بودن. حتی وقتی که ایران فتح میشه این خانواده قیس هستن که استانداری آتورپات، آتورپاتگان رو به عهده دارن. این آذربایجان در زیر فرمانروایی خاندان و قبیله قیس بوده. خب این جد که قبلا هم ازدواج کرده و بچه هم داشته و اینا، حسن خاطرخواه میشه، اصلا یک کاری هم خود باباش میکنه که دخترش بیاد زن حسن بشه، زن حسن میشه. و این حسن چون صلح میکنه و با اعراب نمی جنگه با معاویه، چون ایرانی داره شون قصه که جنگ ادامه پیدا کنه و این اعراب همیشه به خود مشغول باشن، فوری دستور میرسه و جعد، این خانم جعد بنت اشعث ابن قیس، اینو میکشه، اینو میکشه و مسمومش میکنه و سم رو میخوره و میمیره. بعد از اون هم حسین، این مسئله که من مطرح کردم، خوشبختانه دیدم که آخونده آمدن در حوزه علمیهشون پاسخ بدن به این قضیه، توسط ایرانی ها کشته میشه. حالا شیعیان که شیربازی که اصلا ایرانی ها ساختن که با عرب مبارزه بکنن، اهل کوفه، اهل انبار عراق اون موقع، ایرانک، اینا همه اصلا انبار شهر ایرانیه، اسمش ایرانیه، مثل مدائن تو اونجا بوده، بغداد ایرانیه. اینها میگن حسین هم چون یک خطر است، یک کروبیست، یک موسویست که برای اصلاح طلبی اینا امکان داره از اینها استفاده کنن، میخوان بکشنش. حسین رو هم دعوت میگن پاشو بیا، دو تا سه تا نامه رئیس قبیله میزنن تا میاد میبرش میکنم زن میکش. قبل از اونم که حسن اینا خودشون کشتن. اینجا جالبه بدونید که همین جریان پرستو، ما میبینیم جد وقتی که میاد به زور پدرش زن امام حسن میشه، برای همون برنامه است، مثل دقیقا مثل کاری که الان شده میشه. الان من بهتون میگم تو پرانتز. بعد یک کسی هست که بنت اسحاق، این بنت اسحاق هم چون دختر بسیار خوشرویست و زیباییست، زن حسنه. وقتی حسن میمیره این زن حسین میشه، وقتی هم حسین کشته میشه با دو تا سه تا شوهر دیگه میکنه. یعنی اینها همه پرستوهایی هستند که مأموریت دارن در جایگاه مهم خودشون رو جا بزن بذارن که سر بزنگاه بتونن کاری بکنن. حالا بعضی وقتا اونا کار انجام میدن، بعضی وقتا دیگران. این همون ریشه آریای ایرانی بوده که از قدیم بوده، که وقتی رستم میره تهمینه رو بچه دار میکنه، اینا همه در کادر همین پرستوسازی، حالا یا مثبت من میشه یاد نره، پرستوی مرد هم ما داریم. الان بسیاری از شخصیت های زن ما در جهان، طیف هنرمند میخواد برای اینا، هم پرستوی مرد رو براشون گذاشتن، پرستوی مرد دارن. خب این تشکیلات پرستوسازی ادامه داره و همونطور که میدونید اکثر ائمه شیعی توسط پرستوها مسموم میشن و کشته میشن. حتی رضا که همه راه میاد، میدونید که خلیفه عباسی، برمکی ها در تشکیلاتشون خیلی کار میکنن، یعنی زرتشتی ها، بعد یه ها یک توطئه میشه که برمکی ها رو میزنن و میکشن و چه میشه، اینا میان رضا رو میارن اونجا که خلافت تو خاندان قریش باقی بمونه. اونجاست که باز ایرانی ها با ذکاوت و تیزهوشی خودشون رضا رو میکشن که اصلاح طلب نیارن رضا باشن، بخوان استحاله کنن حکومت عباسیان رو. امام رضا هم توسط ایرانی ها کشته میشه. البته خب حالا به طنزم خیلی وقتا گفتیم که غذا زیاد میخورده، مشروب زیاد میخورده، اوبردوز میکنه اینها، ولی اینها همیشه ترورها وجود داشته. ترورها از البته به شما بگم از اون طرف هم بوده ها، یعنی حتی ائمه شیعه اون چیزی که خیلی نمیدونن نگفتن بهتون، اینو از باقر گرفته، صادق گرفته، هادی گرفته، امام حسن عسکریشون گرفته، اینها هم ترور زیاد کردن مثل شیوه پیامبر اسلام، در تاریخ خودشون ثبته. یعنی تاریخ مطالعه بکنید، چون بچه ها خوشبختانه
الان میرن تاریخ رو باز میکنن و بعد برنامه زیبایی هم میسازن، شرح کامل به این ماجرایی که سیاوش اوستا تایی سالها گفته و داره میگه میدن. من از همین بچه هایی که در رسانه‌های خبری تاریخی فعال هستن و ریشه ها رو در میران و ارائه میکنن سپاسگزارم. الان بدینم ببینید، میبینید که خود ائمه شیعه که کشته میشدن، این ها هم دستور ترور ایرانی ها رو میدادن. اما ترور ایرانی که موقع نمیتونست علنی بگه آقا من زرتشتی هم، من اوستایی هم، من میتراگر هم. اون موقع با نام صوفی عارف ها یا بینا میگفتن کسانی قلوب میکنن در مورد علی، یا میخواستن علی رو یه جوری بکنن که اصلا تشیع رو بسازن و یک جوری اسلام رو ترتیبش بدن، میومدن این علی اللهی ها. شنیدین در طول تاریخ هران هم هستن در کردستان، این علی اللهی ها یه نوعی زرتشتی نوینی بوده که وقتی میومدن گفتن علی اللهی یعنی مهر و ماه و فلان اینا، میخواستن به این ترتیب اینها رو مردم رو روشن کنن که یعنی اینا جای خدا میشونن خودشون، شما مواظب باشید. مثل افراد دیگه که خانواده های بزرگی در سرزمین های مثل تاجیکستان و ازبکستان دیگه اسم بچه هاشون اسم ائمه میذاشتن، ائمه که این الان فیلم میسازن نشون نمیدن صورت اونا رو، ولی خود عرب نشون میدن. این بچه میسازه امام حسن، امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان امام علیه. اینها به عشق علی نبوده، اینا برای این بوده که نشون بده که یعنی آقا اگه شما میگین خیلی مقدسه، بچه منم امام علیه، از اونم بالاتره. الان امامتی که ریاست جمهوری که امام علی رحمان در تاجیکستان طی سالها کرده بسیار خردمندانه و آریایی و اهورایی بوده است. اینه که اینها هم ترور میکردن رهبران بسیاری رو، همین ائمه شیعی از باقر گرفته، صادق گرفته و همشون رهبران نوین زرتشتیه که در جهان آریایی و مهره بودن. اینا جدا از اینکه حسن و حسین خودشون جزء سپاهی هستن که میان شورش های ایرانی رو سرکوب میکنن تا طبرستان ایرانی میکشن، اینها هم ائمه دیگه با همکاری با خلفا، چون اینها قوی بودن به گونه شیعیان نفوذ داشتن تو خود ایران، راحت تر میتونستن برن یک ایرانی رو ترور کنن تا اینکه خلیفه بخواد بفرسته. یعنی این کارشون در رابطه با همکاری با خلیفه بوده که رهبران جنبش های آزادی بخش ایرانی رو که به نام صوفی، به نام درویش، به نام علی اللهی و چه بودین گفتن غلط، اینا غلو میکنن در مورد علی، برید بکشیدش، فرمان میدادن میکشتن. حالا پرستو سازی از همون قدیم بوده، الان هم هست. جدا از اینکه اون گذشته را بهتون گفتم یادتون باید باشه بمونه بدونید، از این بعد ایران باید شما فکر کنید که الان جمهوری اسلامی درست از همون روزهای نخست انقلاب تونست از همه قدرت ها و نیروهایی که بود بهره ببره برای خودش، بهره برده، تا کنون هم برده. یکی دیگه که بهره برد این بود که پرستو هر جا که فکر میکرد طرف قویه چیزی هست کاشت. پرستو کاشتن همه جا هست. شما ببینید افراد زیادی هستند که دخترهای جوان اونها مراجعه میکنن، یعنی این پرستویاتون نره، همیشه اون پرستوست که میاد به گونه ای پیش فلان شخصیت فلان فلان با زمین سازی ها و میمونه جواب میکنه. تو اگر خودت پاشی بری هندوستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان تو دیسکوتیکا شب بگردی یک زن برای خودت پیدا کنی، تو انتخاب کردی، ولی اونها رو میارن. حالا جدا از این که اونها رو میارن، همون هم که زنهای سابق افرادی بودن میشن پرستو. بسیاری از این زنهای دیرین من نمونه فراوون دارم، نمیخوام اینجا مطرح کنم چون خانواده مردشون اگه مرده از کشتنش از جان رفته، چون خانواده هست دیگه گفتنش مطرح کردنش سودی نداره الا اینکه، ولی میخوام اینو به شما بگم که خیلی از خانواده ها که اینا زنا رو تشویق کرد از چند سال پیش جمهوری اسلامی از زمانی که فلاحیان وزیر اطلاعات بود تشویق کردن زنها رو اینا برگردن به ایران، میگفت آقا شوهر تو آدم سیاسیه، تو که میتونی بری ایران بچه رو ببری ببینن مادرت ننت با به تانه مرده برو بیا همه کاردون. این زنها رفتن به ایران، رفتن به ایران همانا و برگشتن
مأمور فعال پرستگونه شدن همان. و یادتون نره یه نکته که خیلی مهمه بایستی بدونیم، جریان پوسه. من یادم میاد اون موقعی که 16 سالم بود مقاله نوشتم مثلث برمودا، همه این آدم های خیلی مهم دکتر آقا دم بابا این چی نوشته، این با مثلث برمودا چی؟ الان هنوز که هنوز 50 سال از اون اولین مقاله که من در مورد مثلث برمودا نوشتم، خب خونده بودم یاد گرفته بودم، هنوز که هنوز خیلی مثلث برمودا نشناختن و نمیدونن چیست. ولی اونایی که میدونن چیست، بچه کوچه که 9-10 ساله میدونه چیست، آریا جردن و والنتین و فرهاد و شیرین میدونن که چیست، بچه 10 ساله میدونه چیست، اطلاعات زیادی داره. ولی آقا خانومی که خودش دکتر و مهندس هم نمیدونه برمودا چیست. حالا یه نکته دیگه که از قدیم بوده، خیلی جدید که میان کمرسیالیزه میکنن، تو بازار میارن، اینا از قدیم وجود داشته. این جریان پوشه نانو چیپس، این نانو چیپس هایی که گفتن توی واکسن ها بوده میزنن به بدنتون فلان، اینا که ایلون ماسک هم گفت این اصلا کار میذاره تو مغزان. خب ایلون ماسک تازه یه کشف نکرده، اینا چیزی بوده که وجود داشته استفاده میکردن. من در همین پاریس که بودم، سه مورد افراد نابغه ایرانی که از زمان ارتش شاه اینا نابغه بودن به من مراجعه کردن، شاید هم الان زنده باشن میتونه بیان شهادت بدن. گفتم آقا ما مریض شدیم رفتیم بیمارستان چون وضع مالیمونم خوب نبود اینا، ما بعدا فهمیدم که تو مغز من یه پوست گذاشتن. من بعضی وقتا یه کارایی میکنم که خودم نمیخوام بکنم، میفهمم که در تحت کنترلم و نمونای زیاد. حالا این پوست ها رو جدا از این که زنای شما که رفتن ایران اومدن فرزند و بچه‌ها اینا رو پوست گذاشتن، جدا از این که صحبت کردن با یک ترس و لغز و وحشت اینها رو پرستو کردن، این جریان پوست هم جدی، شوخی نگیرید مردم. برای همین الان رژیم جمهوری اسلامی هرگاه که بخواد یک جنجال بیافرینه، چه در سطح جهانی چه در سطح ایران، یکی از بین ببره بکشه، سر صدا را بندازه، یه خبر رو بخوبونه بخوابونه با کشتن یکی دیگه، چه از طریق پوست هایی که در ذهن کله افراد باشه توسط نزدیکترین فرد حذف فیزیکی میشه، و چه از طریق های دیگه ای که خود میدانید. اینی که پرستو در رخت خواب حضور داره، به ویژه برای کسایی که سرنوشت ساز هستن در تاریخ مبارزات خودشون. شما استی بهوش باشید و این رو بدونید. شما ببینید وقتی که ام اسحاق یعنی من اونجا گفتم بنت اسحاق، نه ام اسحاق، وقتی که ام اسحاق یعنی مادر اسحاق، پیش از اینکه زن امام حسن بشه اسمش هست ام اسحاق یعنی مادر اسحاق، یعنی قبلا عروسی کرده، قبلا ازدواج کرده، یک بچه داره به نام اسحاق، میاد زن حسن میشه. بعد وقتی که ابن اسحاق میاد ام اسحاق، وقتی که ام اسحاق میاد میشه زن حسن، حسن میشه زن حسین، بعد حسین هم گروه چهار بچه میکنه. یا مثلا اگه توکتم اسم زن امام رضا است، این حمیده، شنیدین یک اسم حمیده هم هست، ایرانی ها میذارن حمیده، حمیده است. آقا حمید زیاد داریم، سعید داریم و سعیده، اما حمیده که این هم زن یکی از این ائمه است، که البته استثنان این حمیده پرستو نیست، یعنی این حمیده استثناء زنهای ائمه است که پرستو نیست، ولی حمیدت، ولی اکثر زنهای اینها پرستوهایی هستند که این ائمه رو اینها میکشن در راستای همین توافقات جهانی که ایران داره با بنی امیه، بنی عباس، و یا اینکه اینا نیان آلترناتیو بسازن، اصلاح طلب بسازن و غیره. حالا دقیقاً همین مسئله امروز در سطح جهانی است. شما شنیدید خود اسرائیل اینو اعلام کرد، اسرائیل این اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سالها پیش با آموزش دادن زبان عبری به یک سری از دخترهای جوان خوشگل، اینها رو در تماس گذاشته بود با سربازان اسرائیلی که در همین جنگ استفاده کرد از این پرستوها، در با تلفن کردن بهشون و ادامه اتصالات و اطلاعات و در همین جنگ اسرائیل پرستو رو ازش استفاده کرد. اینی که الان
نکته مهم این است که این پرستوها در لانه هایی که هستند، در جایگاهی که هستند، یو سر به زنگاه میاد، تو داری یه اتحاد انجام میدی، یه اتحاد قوی و قدرتمند داری انجام میدی. اتحاد که همبستگی که همه با هم نمیشه که، همبستگی که، همبستگی و اتحاد برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی مخالفین باید با هم بشینن. افراد که با هم مخالفن، دولت موقتی رو که ما اعلام کردیم که همه شخصیت، همه فعال، خب امکان داره با هم مخالف باشن توشون، ما هم امکان داره با بعضشون مخالف باشیم، ولی اتحاد که میخوایی به وجود بیاری که بایستی مخالفین رو متحد کنه، اونایی که قدرتمندن، اونایی که از 10%، 5% بین مردم دارن تا 70-75%، باز همه با هم متحد بشن بتونن یه جای بشینن. درست کاری که برای جمهوری اسلامی کردن خمینی را آوردن. شما در نظر بگیرید خمینی، این گجستک پرفند، این دل آزادگان به کین تو و نظام تو پیوند، عقده 14 قرن خلافت در جنایت، این خمینی، این گجستک وقتی که اومد نشست تو نفل و شاتو، آقا همه رو لاست زد بایشون، با همه، با مارکسیست اسلامی، با چریک فدایی خلق، با حزب توده، با ملی گراهای مصدقی، با اون جبهه ملی شاخه دیگرش، حتی طفلی بختیار رو گول زد، بعد نهضت آزادی، و همه گروه ها باشون متحد شد. هر کی میرفت پیشش با هیچ کس مخالفت نکرد، با هیچ کس از کسانی که در کادر رویارویی با شاهنشاه بودن مخالفت نکرد، موفق شد، اومد ایران گردن زد. حالا ما هنوز هیچی نشده تا میخواد رضا پهلوی با اون متحد بشه، با اون بشینه، با اون کار کنه، یا همه کس گذار به هم میریزه. بعدم رضا خودش اومده، پرنس رضا گفته، میگه، تاکید میکنه، آقا گوش شنوا، میگه اگه اینا شما رو زدن شما بزنید، اگه مسلح بودن شما بزنید، این میگه گوش نمیکنید چرا؟ تازه حالا که خود خامنه‌ای گفت اینا چیزه، گفت جایزه، اینا جایزه، خب جایزه دیگه، اگه هست جایزه بشون بدون دید، جایزه که شهادت جایزه است که، جایزه، جایزه بدید. خب حالا از اون طرف هم هست، پرنس رضا پهلوی مصاحبه میکنیم، بیا آقا من حاضرم با جون برای آزادی ایران تلاش کنم، ولی من ایران برو نیستم که اینو زندگی کنم، بعد من اینو زندگی کنم، حقشه. حالا تو از آزاد اختر میخوای برو نه، ودش خودش زندگی کنه، ولی داره با تو کمکت میکنه برای آزادی ایران. که خب اینجا چطور میشه که یهو میون در بود اخون کنی؟ بعد چطور میشه که یه کانونای شورشی که هر موقع میاد رو میزنه توی 40 سال 44 سال ترتیب رژیم یه جور میاد، رژیم تنها از اینا میترسه. بعد شما بگی که آقا نه با مبارزه خشن نباشم، خودم نباشم، جزا ماشم، نمیشه که. تو اونای هم همه درگیری هست، تو همه گروه ها. الان من شما بگم دعوای بچه با ننه، ننه بزرگ همه جا هست. الان نسل نو و جوانی، دخترای جوان ما، این فرزندان دلیر آریایی، اینا پیرو ننه هاشون هم نیستن. من به ننه ها میخوام یه چیزی بگم، به این ننه ها، مادر اون کسیست که پا به پای دخترش میره، به حرف دخترش میکنه، لباس دخترش میپوشه، لباس با سلیقه دخترش میپوشه، آرایش با سلیقه دخترش میکنه. شما دیدین یک رپورتاجی رو بچه‌ها درست کرده بودن، ما باران پخش کردیم، که رو میره مصاحبه میکنه، میگه تو حاضری با مسلمان نام ازدواج کنی؟ ابدا، اصلا، تو زن و مرد. خب حالا شما دختراتون که تو خونه میمونن کسی نمیره اینا رو بگیره، بخاطر تو ننه هست، به خاطر تو ننه است، میره روزه ابوالفضل و چادر و روسری و چاقچور. بعد دختراتون خوشگل، زیبا، خواننده، هنرمند، اینترنت شناس، رقا و فلا، یا پسر دختره رو میبینه عاشقش میشه، اما تا میاد خونه خواستگاری ننه رو میبینه چادر و روسری و چاقچور و ونیکاد و لذینه کفرو لیزرقونی که به ابسارم، این همه جا آیه قرآن، داماده میترسه تو خونت در میره، دخترت میمونه، داماده نمیاد به تو بگه، به دخترت هم نمیاد بگه، چون همه اصلا میترسن که آقا این ننه تو خیلی حزب الله، خیلی اصلا مسلمونه، حزب الله دیگه تموم شد، من مسلمونه، من میترسم تو رو بگیرمت،
فاضل به من میگه نماز تو بخون، روزه تو بگیر، هم دقول الله بزن تو خونت، من میخوام اورامزدا بزنم، فروهر بزنم. ما شما اینم نگفته بودم طالبتون بگم، تمام مادر و پدرهایی که الان خیلی از بچه‌ها که کشته شدن، دختری که کشته شدن اسم نمیارم، اینا ننهاشون پای چادر و چاقچور نماز نشستن، الانم که اندازه الان نشدن مادر ستار بهشتی، الانم با چادر چاقچور میان برای شما فاطمه زینب درست میکنن که رهبر آزادی بخش بشه. عدم ازدواج زیاد، یعنی ازدواج زیاد نمیشه در ایران، حضور والدین مسلمان و خرمقدس هست، چون مردمی که نامسلمان هستن تو خارجش میترسن میگن ما نامسلمونیم، تو ایران که میگن که بدتر میترسن، ولی میگن بچه های نسل نو و شجاع میگن، ولی اون کسی که میاد خواستگاری دخترتو به تو نمیگه که خانم جان اگه من دختر دیگه یعنی روسری از سر وزد دار این و این وندکات پندکات جمع کن، این مسلمان بازی ها بندست کنار، برو تو تره عربستان تازی چادر روسری سرت کن، ابا همه بچه هاتون به دستتون میمونید، بچه های زیبا خوشگل رانا. الان این دختر ایرانی تو دنیا تکه، الان تو خونه هر سناتور، وزیر، سرمایه‌دار بزرگ جهانی از اروپا گرفته تا کانادا، آمریکا و دیگر کشورها، حتی عربستان سعودی، حتی در عربستان سعودی، قطر، اینا هر جا برید دخترهای ایرانی پرنسس خانواده هستن. شما نازنین افشین جمع فقط میشناسین، دکتر خانمی که هنرمند و خوب گرفت زن نخست وزیر شد توی کانادا، همه جا نمونه من زیاد دارم، دختر ایرانی زیباترین و داناترین دخت جهانه و هوادار داره. وقت تو ننه لچک به سر، تو بابا حزب اللهی ریش گذاشتی برو نوحه ابوالفضل حسین نابغون، بچه هاتون رو بهشون خیانت میکنین، به بچه هاتون پیرو بچه های خودتون بشید، پیرو دخترها به ویژه دخترهای خودتون بشید. دخترت هر جور گفت لباس بپوش، دخترت هر جور گفت ماتیک بزن. شهبانو عزیز من، شهبانو اومد اینو اعتراف کرد، گفت مادر من به من اجازه نمیداد ماتیک بزنم، رژ لب بزنم، آرایش بکنم، ما رو به ظلم برد روزه خونی. شهبان اومد اینو گفت، یعنی چی؟ یعنی تو بفهم ای پیر مرد پیر زن، ای نازنین، ای عشق من، ای مهر من، ای ماه من، پیرو بچه هاتون بشین، لچک پچک رو بندازین کنار، خرافات مذهبی رو بندازین کنار، بگین خداوند بزرگ را ستایش میکنیم، دانا و توانا جز او نمی پرستیم، همه جا نام او را تابلو می کنیم، گردن می دازیم او را مزدا، فروهر، مهر تابان، خورشید. ول کنید این چرت و پرتر، بچه هاتون رو دارید زجر کششون می کنید، بچه هاتون رو می کشن، دخترت می کشه، تا هنوز می ترسی فیلماشو منتشر کنی؟ می ترسی فیلماشو؟ بعد دیدید که الان تمام اینها بچه هایی که کشته شدن فقط نیکا را اسمشو میگم، بقیه را نمیگم، چون نیکا دوتا مادرش و خالش شدیدن پشتش هستن و کاراشو پخش میکنن اینها، نیکا میبینید یک هنرمند درجه یکه، یک هنرمنده، ولی همه بچه ها هنرمند دارد. بعد الان مسکینه چقدر زیاد شده، چقدر زیاد میبینید این رقص های زیبا انجام میدن، هنرنمایی ها، لبخونی های قشنگ، یکی برای من بسیدو چیاش هست این تو اینستاگرام، این صفحه مال خودی تویی که این رقص اینا رو میذاری؟ گفتم مرد سفر مگه رقص عیب داره؟ اینا بچه های سرزمین من هستن، اینها هنرمندن، اینها فرقشون با لیلا فروهر و شهره و اینا که میخونن و میرقصن مگه چیه که شما برایشون دست با میشکنین؟ اینها هم هنرمندن، اینها هم سوزان روشنن، هنگامن اینها برای اونو سر دست میشکنیم. سرسی یادت خوبه، برای سر زیمانگن سر دست میشکنیم، وقتی میگه این حجابش خوب اونجا بره، وقتی بچه ها رقص های زیبایی، کارهای خیلی قشنگی، لبخونی های هنرمندانه، باعث افتخار ماست، جز به شادی نکوشید. اهورا مزدا، خداوند سرزمین مهر آریا با شما باد، مهربان یاران پاس بداریم نیکی در پندار، گفتار و کردار رو، و تلاش کنید تا ثروتمند بشید، پول در بیارید، مثبت باشید، تمام غم و اندوه و روزخونی همه این موزیکای روزخونی رو نسل نو باید بریزه کنار، نسل شور و شوق و شادی و شادمانی بایستی باشید،
با مهر یزدان پاک. به پایان برنامه میرسیم. با همه شما بدرود میگم. روز شب خوشی داشته باشید. سال بسیار نیکویی خواهید داشت. سال زیبا، خورسندی از سراسر هستی بارش میکند بر شما یاران آریایی. ما آریایی هستیم، به هیچ عنوان تازیان رو، اندیشه، شخصیت، آداب، رسوم، لباس، پوشش، زد و پتینا رو نمی پرستیم. ننت هم اگه یک کاری کرد، همون ننت رو، نن بزرگ تو یقش رو بگیر رو سرش پاره کن. تمام شد اون دورانی که احترام بگذاریم بهتر مقدر، احترام بگذاریم، احترام سر جای خودش. ولی مامان جان بچت نباید ننگش کنه با تو بیاد توی خیابون. مامان جان بچه ننگش نشه با تو میخواد بری یک جای مهمونی. باید به تو افتخار کنی. تو از زیباتر از لباس پوش، تو از خوشگلتر بکن. بابو سومه سپاسگزار برادرم مهندس امیر شجره هستم. در دستان گرم همه شما رو میفشارم تا برنامه دیگر. خداحافظ. استاد سیاوش عبستان بیش از هر کسی دیگه از زحماتشون برمونم. تو که میدونین آریایی نژاد بود که در آلبوم آخر من هست. به قول استاد سیاوش عبستان واژه آریا و آریایی نژاد به معنی آزاد و آزاده است که از سالهای دور به سرزمین ما داده شده و صحبت از برتری قومی یا نژادی نیست، بلکه صحبت از سرزمین است که پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک مرام مردم آن بوده. عوستا سپاسگزارم برای تلاش های جهانیشون برای شناساندن فرهنگ 7000 ساله ما. پژوهشگر، نویسنده، ایشون از جمله نویسندگانی هستند که آثار متعددی در فرانسه که محل اقامت و سکونتشون هست منتشر کردن، که البته از مرز فرانسه این کتاب ها به همه نقاط جهان رسیده و شهرت دکتر حسن عباسی امروز نه تنها در ایران بلکه در محدوده جغرافی فرانسه هم حتی نمی گنجه، یعنی حالت جهانی پیدا کرده. جناب دکتر عباسی به خاطر چهارمین چاپ کتاب آیین اوستای خودشون که به سه زبان فرانسه که آقای آشنا هستید، سیاوش اوستا، جایزه بزرگ گراند پری اومانیته یا جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه رو، جایزه تلاش رو دریافت کرده. خواستم بخونم مربوط به یک کشتی و یک مراسمی در روی آن. قضیه این است که یکی از دوستان عزیز ما در پاریس مادرشون در مشهد به رحمت ایزدی می‌پیونده و سنت شکنی کردن و نوشتن که رسانه سنت شکنی بزرگی در تاریخ سوگواری و عزاداری مرسوم به ایرانیان نموده و مراسم یادبود مادر را در سالانی مجلل که بیشه جشن استقبال چه تولد و کنسرت هست برگزار نموده و با پخش آهنگ‌های ایرانی هنرمندان که به یاد مادر خوانده بودند برنامه یادبود را آغاز نمودند. مراسم کهرانی مادر برای رود سن و در یک کشتی باشکوه با حضور کمی از دوستان هنرمندان برگزار شد. از تصادف کار هنرمندان عزیزی که از آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی سابق برای انجام کنسرتی به پاریس آمده بودن در این مراسم شرکت مونده و با موزیک و آوازهای حماسی و پرشور آذری یاد جاودان روح و روانهای انسان را گرامی داشتند. این سنت شکنی بزرگ که در سوک عزیزی با آهنگ و پایکوبی و با او به زود بگویم مورد توجه همه حاضرین و دیگرانی که خبر آن را شنیدن واقع شد.
اون یکی از که میشه که فراگیر گشته و ایرانی جز به شادی نپوشه و حتی در انگام های سخت زندگی با بعض مقاهنی روح و با بعض مقاهنی روح و روان حاضران را دیگرون نموده و روان رفتگانشان را نیز شاد. لبت بخنده وارفته ای گل رو لاله ی پوش داری یه دست سنبول عشقت نبینو به روی مشکول دردت به جونو ای خدا فدات کنم جون خونومت با بیقراری تو چو آهوی فراری. بسیار مهمی که میخوام بهتون بدم از سر تا سر دنیا شما میتونید برای ما برنامه های ویدئویی بفرستید از طریق یوتیوب youtube.com/mehrtv youtube.com/mehrtv. شما از این طریق میتونید مستقیم با تلفن دستیتون فیلم برداری کنید برای ما بفرستید یا تو کامپیوترتون بذارید برای ما بفرستید ما ازش استفاده میکنیم. به همه دیگه هم خبر بدید youtube.com/mehrtv میتونید تمامی برنامه های خودتون رو خبرهای خودتون هر اتفاقی در ایران میفته توسط فیلم برای ما بفرستید. یارانید مهربان mehrtv.com هم میتونید برنامه ما رو اونجا روش ببینید. دستان گرم همه شما رو میفشارم و تا برنامه دیگر همه رو به خدای بزرگ. خیابون شانزلیزه در پاریس پاساجی هست که یک ایرانی بهترین توصیفی است که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه. امروز اونجا کم پیدا محلی برای ایرانیان درست کرده به اسم شهر فرهنگ، در حالی که به اعتقاد من بهش هیچ وقت نگفتم. روزی که رفتم گفتم اینجا شهر فرهنگ نیست، اینجا تهرانه، اینجا ایرانه، اینجا هر طرف نگاه میکنی وطن میبینی. حالا اون روز نگفتم، امروز روی ار میگم اونجا واقعا تهرانی در قلب پاریس درست کرده ایشون. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.